کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش و با همکاری اعضای کمیته دفاع از محیط زیست، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. پروتکل کیوتو، پیمانی بین المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شوند است. این پیمان که پیمان‌نامه ریو را تکمیل و ترمیم می‌کند، در چارچوب سازمان ملل متحد شکل گرفت. طی سال‌های اخیر با افزایش گازهای گلخانه‌ای نظیر متان، دی‌اکسید کربن، بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین، دمای کره در حال افزایش می‌باشد که این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست خواهد شد. از این رو در سال 1997 طی پیمانی معروف به کیوتو، کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف 10 سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را 5% کاهش دهند و به کشورهای در حال توسعه کمک‌های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی اعطا نمایند. البته CFC که از گازهای صنعتی می باشد نیز از جمله گازهای گلخانه‌ای محسوب می شود. این گاز در گذشته به طور وسیع در کندانسورهای یخچال و به منظور خنک کردن درون یخچال به کار می رفت. اما امروزه به دلیل ایجاد اثر گلخانه‌ای استفاده از آن در بسیاری از کشورها ممنوع شده است. نقشه اعضای پیمان کیوتو که با کشورهای رنگ سبز تیره نشان داده شده است، قرارداد را تصویب و امضا کردند و رنگ زرد نشان دهنده کشورهایی است که پیمان را امضا کرده و در صدد تصویب آن می باشند، به ویژه استرالیا و ایالات متحده آمریکا که پیمان را امضا کردند اما از تصویب آن سرباز می زند. جزئیات: بر اساس جراید منتشر شده از برنامه ریزی محیط زیست سازمان ملل، پیمان کیوتو موافقتنامه ای است که تحت آن کشورهای صنعتی انبوع دافعات گازهای گلخانه‌ای خود را در مقایسه با سال 1990 5.2% کاهش خواهند داد. اما توجه کنید که این موضوع در مقایسه با سطوح دافعاتی که تا سال 2010 بدون وجود پیمان انتظار می رود بیان شده است. این هدف کاهشی معادل 29% را نشان می‌دهد. هدف پایین آوردن همه جانبه دافعات 6 گاز گلخانه‌ای دی اکسید کربن، متان، نیتروپن مونوکسید، هگزافلورید سولفور، هیدروفلوروکربنو، پرفلوروکربن است که به طور تقریبی برای دوره 5 ساله 2008 تا 2012 محاسبه شده است. محدوده اهداف ملل از کاهش 8% برای اتحادیه اروپا و برای دیگر اعضا، کاهش 7% برای ایالات متحده آمریکا، 6% برای ژاپن، 0% برای روسیه و افزایش 8% برای استرالیا و 10% برای ایسلند اطلاع می‌دهد. این موافقتنامه‌ای است که به عنوان یک اصلاحیه بر روی اصول قراردادی سازمان ملل بر روی تغییرات آب و هوایی UNFCCC که در بلندترین نقطه زمین ریو دو ژانیرو در 1992 تنظیم شد. تمامی اعضای UNFCCC می توانند پیمان کیوتو را امضا و تایید کنند، در حالی که کشورهایی که عضو UNFCCC نیستند نمی توانند. پیمان کیوتو در فصل سوم کنفرانس اعضای COP برای UNFCCC در سال 1997 در کیوتو ژاپن تنظیم شد. بیشتر شروط پیمان کیوتو در کشورهای پیشرفته اعمال می شوند که در زمینه 1 برای UNFCCC فهرست شدند. اصل مسئولیت مشترک اما متمایز قرارداد اصولی سازمان ملل بر روی تغییرات آب و هوایی با ترتیب دادن اصل مسئولیت مشترک اما متمایز
موافقت کرد و اعضا موافقت کردند که بیشترین سهم از دفعات جاری و گذشته گازهای گلخانه‌ای جهان از کشورهای پیشرفته نشأت گرفته است. میزان دفعات مورد نظر در کشورهای پیشرفته هنوز در سطح پایینی قرار دارد. مقدار دفعات جهانی موجود در کشورهای پیشرفته برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و توسعه‌ای رو به افزایش است. به عبارت دیگر، چین، هند و دیگر کشورهای در حال توسعه از درخواست پیمان کیوتو معاف بودند، چرا که آنها در صدور گاز گلخانه‌ای طی دوران صنعتی شدن کشورها که دلیلی برای تغییرات آب و هوایی امروز محسوب می‌شود، ایفا کننده نقش‌های اصلی نبودند. به هر حال بحث اساسی کیوتو این بود که چین، هند و دیگر کشورهای در حال توسعه به زودی به شرکت کنندگان اصلی موضوع گازهای گلخانه‌ای تبدیل می شود. همچنین بدون اعمال محدودیت بر روی این کشورها توسط کیوتو، صنایع در کشورهای پیشرفته ممکن است به سمت کشورهایی که محدودیتی ندارند گسیل شود. پس هیچ کاهش خالص کربنی وجود نخواهد داشت. تعهدات مالی پیمان همچنین اظهار می‌دارد که کشورهای پیشرفته باید پول پرداخت کنند و برای مطالعات و برنامه‌های مربوط به آب و هوا به دیگر کشورها تکنولوژی عرضه کنند. این موضوع در اصل در UNFCCC تایید شده بود. خرید و فروش دافعات کیوتو یک سیستم مالی و تجاری دارد که مالیات‌های ملی را بر دافعات کشورهای زمینه یک تحمیل می‌کند. به طور متوسط کشورها را به کاهش دافعاتشان تا مقدار 2.5% زیر سطحشان در سال 1990 در طی دوره 2008 تا 2012 ملزم می کند. اگرچه این مالیات ها تعهداتی در سطح ملی هستند، اکثر کشورها در عمل مسائل صادراتی خود را به واحدهای صنعتی خصوصی مثل نیروگاه ها و کارخانجات کاغذسازی واگذار می کنند. این مسئله ایست که امروز EU و دیگر کشورها با جدیت پیگیری می کنند. این بدین معنی است که خریدار نهایی امتیازات اغلب شرکت‌های خصوصی هستند که انتظار دارند با صادراتشان سهمیه خود را افزایش دهند. معمولاً آنها امتیاز را یا مستقیماً از عضو دیگر با هزینه بالا از یک واسطه، از یک توسعه‌گر GICDM یا از بورس خریداری می نمایند. حکومت‌های ملل برخی از آنان که ممکن است مسئولیت‌های خود را برای اهداف صنعتی کیوتو گسترش نداده باشند و برخی از آنان که ممکن است کسر خالص هزینه داشته باشند، امتیاز را با حساب شخصی خودشان و اغلب از توسعه‌گران GICDM خریداری می‌کنند. این معاملات معمولاً به طور مستقیم و از طریق دفاتر نمایندگی یا سرمایه‌داران ملی انجام می‌شود، مانند برنامه ERUPT دولت هلند یا از طریق سرمایه‌های جمع‌آوری شده مانند بانک جهانی سرمایه‌های کربنی PCF به عنوان مثال ائتلاف 6 دولت و 17 انجمن انرژی و صنایع همگانی که از طرف کشورها امتیاز را خریداری می‌نمایند. از آنجا که امتیاز کربن سندی قابل تبادل با قیمتی مشخص است، سرمایه‌گذاران مالی آغاز به خرید آنها به منظور اهداف خالص تجاری کردند. این بازار انتظار می‌رود که با وجود بانک‌ها، واسطه‌ها، سرمایه‌داران و ارزیاب‌ها و تاجران خصوصی به طور قابل توجهی رشد کند. تجارت دافعات PLC برای مثال در بازار AIM بورس سهام لندن در سال 2005 با معافیت خاص از سرمایه‌گذاری در اسناد دافعاتی به حالت تعلیق درآمد. اگرچه کیوتو یک چارچوب به وجود آورد و قوانین را برای بازار جهانی کربن تدوین نمود، امروزه عملاً تفاوت بسیاری در برنامه‌ها یا بازار آن با سطوح مختلفی از روابط در بین آنها وجود دارد. کیوتو گروهی از کشورهای زمینه یک را قادر ساخت که برای به وجود آوردن چیزی که به اصطلاح حباب نامیده می شود متعهد شوند و اتحاد کشورهایی که همه مالیات دافعات با آنها تعلق یافته است و با آنها برای برآورده ساختن اهداف به شکل یک واحد مستقل رفتار شده است،
EU انتخاب شد برای اینکه مانند همچین گروهی مورد رفتار قرار بگیرد و طرح تجاری دافعات اتحادیه اروپا را طرح تجاری دافعات EU را به عنوان یک بازار در بازار ایجاد کرد. پول ETS پول اتحادیه اروپا است. EUA این طرحی است که از 1 ژانویه 2005 عملی شد، اگرچه بازار آن از سال 2003 شروع به کار کرده بود. بریتانیا طرح داوطلبانه یادگیری در کنار اجرای خود UK ETS را در سال 2002 تا 2006 پایه‌گذاری کرد. این بازار در ارتباط نزدیک با طرح EU آغاز به کار کرد و در آن شریک شد و این اختیار را داشت که اولین مرحله EU ETS را انتخاب کند که این طرح تا سال 2007 ادامه دارد. کانادا و ژاپن تا سال 2008 بازارهای داخلی خود را دارا خواهند بود و احتمال دارد که آنها مستقیماً به EU ETS بپیوندند. بازار کانادا احتمالاً در برگیرنده یک سیستم تجاری برای منابع بزرگ دافعات و خرید مقادیر زیاد امتیازات خارجی خواهد. طرح ژاپنی‌ها الزاماً در برگیرنده اهداف شرکت‌ها نخواهد بود، اما این مسئله نیز به خریدهای عمده امتیازات خارجی بستگی خواهد داشت. پس از EU ETS، مهمترین منبع امتیازات مکانیزم توسعه باگ CDM و مکانیزم ایجاد اتحاد GI هستند. CDM اجازه می‌دهد امتیازات کربن جدیدی با توسعه برنامه‌های کاهشی دافعات در کشورهای غیر از زمینه یک ایجاد شود، در حالی که GI به امتیازات خاص برنامه‌ها اجازه می‌دهد به امتیازات موجود در کشورهای زمینه یک تبدیل شود. برنامه‌های CDM کاهش مجاز دافعات را حاصل می‌کند. CR و برنامه‌های GI واحدهای کاهش دافعات را به وجود می‌آورند. CR ERU برای تعهدات جلسه EU ETS مورد قبول واقع شد، همانطور که امروزه نیز می‌باشد. و ERU به طور مشابه از سال 2008 مورد موافقت قرار خواهد گرفت، اگرچه برخی کشورها ممکن است حدودی را برای تعداد و منابع JICR به منظور شروع برآورده ساختن اهداف از سال 2008 تعیین کنند. CRERU بیشتر از برنامه توسعه‌گران توسط سرمایه‌داران یا واحدهای خصوصی گرفته شدند تا از تبادلات تجاری مثل EUA، از آنجا که ایجاد این اسناد مستلزم پروسه طولانی مدت ثبت نام و تایید شدن توسط سازمان ملل می باشند و خود برنامه ها نیز برای توسعه نیاز به سالها زمان دارند، این بازار در حال حاضر تقریباً بازاری است که در آن خرید با تخفیف کمتری نسبت به پول رایج همقیمتشان EUA صورت می گیرد و تقریباً همیشه مستلزم تایید و رسید هستند. اگرچه گاهی نیز پیش پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد. بر اساس IETA قیمت بازار امتیاز CDMJI که معامله می‌شود در سال 2004 245 میلیون یورو بوده است. این رقم تقریباً نشان می‌دهد که امتیازها در سال 2005 بیش از 620 میلیون یورو ارزش پیدا کرده است. چندین بازار کربنی غیر از کیوتو نیز همینک به همان شکل وجود دارند و احتمالاً از نظر تعداد و اهمیت در سالهای آتی رشد خواهند داشت. این بازارها شامل طرح جدید کاهش آلودگی گازهای گلخانه‌ای ولز جنوبی، مؤسسه گازهای گلخانه‌ای منطقه‌ای RGGI در ایالات متحده آمریکا، مبادله آب و هوای شیکاگو، عملیات راه حل گرمای هوا توسط ایالتی از کالیفرنیا در سال 2006 برای کاهش دافعات، تعهد 131 شهردار امریکایی برای سازگار شدن با اهداف کیوتو برای شهرهایشان و برنامه کاهش آلودگی دافعات ایالات اورگان. روی هم رفته این ابتکارات بیشتر به مجموعه از بازارهای پیوسته اشاره دارند تا یک بازار کربن تنها. زمینه مشترک بین بیشتر آنها سازگاری مکانیزم‌های بازاری متمرکز بر روی اعتبارات کربن است که موجب کاهش دافعات CO2 می‌شود.
این واقعیت که بیشتر این ابتکارات روش‌های مشابهی برای تایید اعتباراتشان در پیش می‌گیرند، این موضوع را امکان پذیر می‌سازد که اعتبارات کربن در یک بازار در بازارهای دیگر به کندی فروش برود. این موضوع بازارهای رایج کربن را تا حد تمرکز بر روی اهداف CDMJI و EUETS وسعت می‌بخشد. یک پیش‌فرض روشن به هر حال این است که شکل جدیدی برای جریمه‌ها و کیفرها برای سطوح مشابه وجود دارد، چرا که این موضوع سقف معینی را برای هر بازار مشخص می‌نماید. بازبینی پیمان موضوعات مختلفی را برای تصمیم‌گیری‌های بعدی توسط کنفرانس اعضای کوپ باقی گذاشت. اجلاس آنان در تلاش برای حل این مسائل در هوگو در اواخر سال 2000 برگزار شد، اما به دلیل مناقشه بین اتحادیه اروپا در یک طرف که به شدت با موافقتنامه همسو بود و ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن و استرالیا در طرف دیگر که می‌خواستند موافقتنامه کمتر اصولی و بیشتر انعطاف‌پذیر باشد، در رسیدن به یک توافق به شکست انجامید. در سال 2001 حرکت اجلاس قبلی کوپ در شهر بن ادامه یافت که منجر شد تصمیم‌گیری‌های مورد نیاز اعمال شود. بعد از برخی واگذاری‌ها حمایت کنندگان پیمان توسط اتحادیه اروپا اجازه یافتند که کشورهای ژاپن و روسیه را با این اجازه که استفاده بیشتری از نسول CO2 داشته باشند بپذیرند. کوپ در 29 اکتبر 2001 لغایت 9 نوامبر 2001 در مراکش برای پایه‌گذاری جزئیات نهایی پیمان ادامه یافت. اولین اجلاس اعضای پیمان کیوتو در مونترال از 28 نوامبر تا 9 دسامبر 2005 برگزار شد، همراه با اولین کنفرانس اعضا برای UNFCCC، کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل را مشاهده می‌کنید. اجرا اگر شاخه اجرایی تشخیص دهد که کشورهای زمینه 1 که اهداف دافعاتی آن را برآورده نمی‌سازند، آن کشور مکلف است که تا 30% ما به تفاوت را پرداخت نماید. به علاوه آنکه کشور از بودن تحت انتقال برنامه‌های تجاری دافعات معلق می‌گردد.